حالا دباره بانکداری صحبت میکنیم دباره از این صحبت کردیم که چطور پول و دست و چرا رقم مصرف میشه در کجاها مصرف میشه چگونه باید مصرف کنیم حالا دباره بانکداری صحبت میکنیم که بانکداری چی است و چطور پول که به دست می را شما در بانکتان یا در کجا باید ذخیره کنیم که میتون بانک باشه Uh, چرا میگه که uh, فایده بانکداری چیست باید چرا پولتان باید در بانک بندازین اولی که بسیاری uh, در بانک پول بندازن به خاطر که بانک ها میتونه بسیار مطمئن باشه پولتان در بانک بسیار مطمئن است چرا مطمئن است به خاطر که بانک ها بسیاریش توسط دولت فدرال که یک برنامه داره همه بانک ها بیمه شده است و پول شما اصلا در معرض خطر نیست همو پروگرام که اونجا گفته شده اف آی او برنامه فدرال است که همه بیمه از او تمام بانک ها داره و پول شما کتزوا بسیار ایمن و یا سیف است. و همچنان بسیار زیاد منظم است بسیار منظم است بر شما نشان میده چقدر در کجا شما مصرف کردین چقدر در اکانتتان می چقدر مصرف میکنین در کجا مصرف میکنین همه چیزا براتون در اونجا پامانده میشه از اون خاطر بسیار یک سیستم منظم است و همچنان چرا آسان است به خاطر از که میتونین تمام بلای خوده تمام هر بله که باشه بله برق باشه تلفون باشه انترنت هر بلکه که باشه شما بلای خدا توسط امی اکاونت بانکی تان شما پرداخت کنین آسانیش به این خاطر است شما هیچ ضرور نیست که جای برین یا کار دیگه کنین صرف میتونین از طریق اکاونت بانکی خود شما بلا خدا پرداخت کنین و همچنین بسیاری جایی که شما کار میگیرین صاحب کارتان میگه که شما باید یک بانک اکاونت داشته باشین یا اکاونت بانکی داشته باشین تا ما پول را که شما ماهانه بر شما میدم یا بعد است میارین ما بانک اکانتتون پرتا می پوله. از so, او خاطر داشتنش بسیار مهم است و اکانت بانکی چرا مهم است یا چرا آسان است یا چرا منظم است به خاطر که اکانت بانکی تنها یک اکانت بانکی نیسته بیشتر از یک اکانت است بیشتر از یک چیزه که بگن شما ای بانک است فقط یک بانک است توسط یک اکانت داشتن اکانت بانکی میتونیم که درجه رو شما چک کنین که کردیتتان در کجا میرسه شما اگر بانک کم داشته باشین میتونین این کار کنین و همچنان پول را که گفتم بدست دست میارین پول را که چقدر خرج میکنین چقدر مصرف میکنین و یا ای که چی وقت پولتان یا ماشتان در اکاونتتان میایه براتان طبعا بانک همیشه اطلاع داده دا میره یا در مسیج براتان رایی میکنه یا ایمیل میکنه سو ای, می so ای آسانی ها داره و بسیار آسان منظم و همچنان ایمن هستن ان حال درباره از این که چند نوع اکاونت بانکی وجود داره صحبت میکنیم. فعلا دو نوع اکانت بانکی را قسم که ما بر شما در اینجا در سلاید ها انداختیم نشان میتیم که یکی چکینگ اکاونت است یا اکاونت چکینگ است که uh, اکانتو چکینگ میتونن به خاطر استفاده روزمره خود استفاده کنین هر کی که اکانت چکینگ داره میتونه در روزانه هر کار را که انجام میده یا ای که هر خریده که میکنه از چکینگ اکانتو خود استفاده میکنه و چکینگ اکانت قسم هسته که شما وقتی که پول یک مقدار پول در اکانت بانکیتان بندازین طبعا در بدلش برتان یک کارت میته که به نام دبت کارت یاد میشه و دبت کارت شما میتونین به خاطر هر خرید روزانه خود استفاده کنین هر خرید که میکنین هر قدر مصرف که میکنین میتونین از این اکانتتان از پولتان که در بانک است شما مصرف کنین و سیوینگ اکاونت یا اکاونت پسندازتان که شما منیر را سیو یا پسنداز میکنین عموما اکاونت هست که بخاطر آینده تان هست شما نمیتونین که از این پول ازی در روزانه هر خریده که میتونین داشته باشین استفاده کنین و همچنان سیوینگ اکاونت ها یا اکاونت های پسندازی قسم هسته که یک مقدار سود شما را سر شما وضع میکنه یا شما باید یک کم سود بپردازین ما میفهمیم که بسیاری کسا دوست ندارن سود یا از نگاه هر نگاه و عقیده که دارن سود برشان گپ خوب نیسته شما میتونین که یک اکاونت دیگه بیخی از یه اکانت چکینگ یک اکاونت دیگه جور کنین و پول تان هم میتونین در او اکاونت تان سیف کنین که شما نخواین سودان بپردازین و پول تان هم که همیشه پسنداز یا سیف باشه در او اکاونت. اینال در باره اکانت نمبر و همچنان راوتینگ نمبر صحبت میکنیم وقتی که شما یک بانک ایلا میکنین یا باز میکنین طبعا شما هم اکانت نمبر میداشته باشین و هم راوتینگ نمبر اکانت نمبر چی است؟ اکانت نمبر چیز است نمبرای است که شما فقط مربوط خودتان میشه و یک چیز شخصی است باید همراه هیچ کس شما شریک نسازین یک نمبر محرم است که همیشه باید فقط خودتان بفامین و هیچ کس دگه نباید بفامین و راوتنگ نمبر چی راوتنگ نمبر عموما نمبر است که مخصوص بانک هاست و این مخصوص بانک ها وقتی که میشه همه اگه این مورد تقریبا میفهمند چون بسیاری بانک ها قسم هست که از بسیاری استیتا بانک هایش هست که راوتنگ نمبر بیخی با هم مشابه است و یا یک راوتنگ نمبر استفاده میکنه که مربوط امو بانک یک راوتنگ نمبر خاص میشه و این را یعنی گپ مهم و محرم نیست که شما بخواین پد کنین اما اکاونت نمبر تان محرم باید باشه و چطور باید اکاونت نمبر و راوتنگ نمبر داشته باشین یا بتان اینو رو ببینین شما وقتی که یک بانک باز میکنین همیشه با این دو نمبر رو براتان یا شما در چک این دو نمبر رو میبینین یا در سیتمنت های بانکیتان میبینین یا وقتی که بانکتان را باز کنین شما میبینین در اکاونت بانکیتان میبینین اما دو نمبر که یکیش راوتنگ است که سر صحبت کردیم و یکیش اکاونت نمبر است همچنین درباره قسمی که درباره چکینگ اکانت صحبت کرده بوديم وقتی که شما چکینگ اکانت باز میکنین در یک بانک حتما برتون یک کارت میده اکسکیوز می حتما برتون یک کارت میده که او کارت به نام دبت کارت یاد میشه و اون دبت كارت هر وقت که بخواین بر هر خریده که باشه استفاده کنین ایران باید بفهمين که هر خریده که استفاده میکنین این دبت کارت اما پول که در دا چکینگ دانسته هسته مستقیما شما مصرف میکنین توسط همی دبت کارت تا. و همچنان وقتی که دبت کارت دارین بعض موضوعات هست که درباره دبت کارت باید بفهمین که شما قسم که میبینین در یک در روی کارتتان اکن کارت نمبرتان نمبر است کارت نمبر به این حساب که نمبر کارتتان نباید یا یک چیز محرم است نباید کارتتان کده تقسیم کنین یا شیر کنین یا برشان قرض بتین یا کارت برش بدین که استفاده کنه چون یک گپ محرم است یا گپ است که باید نزد خودتان باشه و این نمبر با... نباید هیچکس کس بفهمه و همچنین قسمه که میبینین در روی از کارت در اکس اول تاریخ انقضا یا تاریخ ختم کارت است که کارت تا چی وقت کار میکنه دیگه دمی کارت خونشت است که هفته نزده در هر کارت متفاوت می باشه و همچنین در عقب این کارت در عکس دوم که می بینین کد میگه که سیکیوریتی کود در هر بانک می باشه در هر دبت کارت می باشه و ای یه هم یک گپ محرم است و یک گپ است که باید فقط خودتان از این موضوعات بفهمین کسی دیگه نه. و همچنین قسم که میبینین در عقب کارتتان امی معلومات درباره بانک است یا شماره تلفن هستش که شما میتونین به تماس شوین شما میتونین از یک عکس داشته باشین یا نشته کنین در یک جای امی شماره را در صورت که مثلا یک مشکل می داشته باشین یا یک روز کارتتان گم میشه شما می شماره را حداقل در یک جای داشته باشین که زنگ بزنین که کارتتان گم شده یا مشکل دارین که مشکلتان حل شود سو so از او خاطر بعض معلومات بانک در پشت کارت می باشه و همچنین وقتی که پول شما می میکنین یا پول به امانت میگذارین پیش بانک یک سه بخش مربوط از دی میشه که چگونه پول تان شما میتونین که در نزد بانک دپازیت کنین یا به امانت بگذارین شما میتونین در خود بانک همی کار کنین در خود بانک قسم است که پیش یک بانک دار میرین که دبت کارتتان و پول نقدتان پول به با بانک دار و بانک دار پول در اکانتتان Uh, جمع میکنه و همچنین شما میتونین یک ای ماشین ای استفاده کنین از او طریق شما میتونین در ای تی تان پولتان پرتین بازم دبت کارتتان به دردتان میخوره دبت کارتتان استفاده کنین پول, پول میتونین در اکانتتان و همچنین از طریق دایرکت دپازت یا امانت مستقیم که از او جمله میتونیم بگوییم که دپازت آنلاین هسته یا دپازت که از طریق آنلاین انجام میشه چه رقم انجام میشه که شما میخواین به که پول بفرسته و یا صاحب کارتان میخواهی که مستقیما پول بر شما بفرسته در پول در بانک اکانتتان بفرسته این به حساب دایرکت دپازیت یا دپازیت میشه بگیم که آنلاین هسته از طریق آنلاین انجام میشه و هر وقت که شما میرفتین پول بندازین در بانکتان شما میتونین یک عکس هم ورقه که میگیرین یا هم رسیدی که میگیرین یک عکسش همیشه بگیرین و در پیشتان باشه شاید ضرورت شود و همچنان چگونه میتونیم که از بانک خود پول بگیریم یا از بانک خود پول بکشیم و چندین طریق میتونیم این کار انجام بدیم و البته طریقهایش بسیار آسان است که از جمله میتونیم توسط کاغذ بانک را که داریم بریم ده دا بانک پول راستن از بانک بگیریم و همچنین میتونیم که امون دبت کارت که براتان میتبه خاطر چکنگ اکاونتتان دبت کارتتان استفاده کنیم و توسط دبت کارتتان پول بگیریم در بانک پول بگیرین یا در هر جای و همچنین ماشین های ای تی که ماشین ای تی ام هم استفاده کنین از او پول بگیرین و همچنین میتانین که آنلاین آنلاین بعض چیزا را پی کنین یا بعض چک هایی که دارین آنلاین میتانین که دمی بانک اکانتتون تان جمع کنین پیسی تانه که از او جمله چکس هسته که چک هایی که دارین میتانین ده دا بانک اکانتتون تان بندازن. انان در مورد چک برای شما یک کم معلومات میدیم که این چک چی است چک های بانکی چی است و قسمت های مختلف چک چی است بعض نفرا هست که ترجیح میتن که امو پول را که برشان میتین امو پول یا کرای خانه است برخ است، هر چیز که هست، هر پول که که شما قرار است بتین بعض تا ترجیح میتن که در چک برشان بتین و قسم که مثال خود داد سوپروایزر ما گفت چی است ما که صاحب خانه خود پیسه میتم صاحب خانه ما عموما میخواید که ما به چک پیسه را نشته کنم برش بتم خاطر که به او آسانتر است میتونه آسانتر پیسه را از بانک بگیره بعض وقت که شما بانک اکانت نو چی میکنین باز میکنین امو بانک براتون چندین چک مفت میته به حساب که پول سر شما وزن نمیکنه چه را براتون میته که از جمله دو سه یا چهار دانه شاید چک باشه نظر با بانک است که چقدر براتون چکای خالی میته که شما استفاده کنین اما داینده دا دا اگر نیاز داشته باشین که شما با چک نیاز داشته باشین چک میتونین چکای بانکی را برش پول بتین و با بانک پول بتین براتون چک رایی میکنن و همچنین وقتی که شما با یک چک نشته میکنین باید چی چیزا را مد نظر بگیرید قسمه که دمی چک یک مثال از چک بانکی است میبینین معلومات خودتان است مثلا آدرس خودتان یا نام خودتان چیزا نشته هسته. شما فقط چندین چیزا را که در چک نشته کنین که چک کی نشته میکنین قسمه که در بالا میبینین چک به نام کی است و چقدر مثلا چقدر مقدار پول است که مقدار پولش هم دمو باکس که خورده است دمو نشر میکنین و همچنین باید تاریخ هم نشر کنین که در بالا تاریخش می به نام کی است و مقدار پول و همچنین پایین اگر ببینین در پایین چک نشر است که مما مما به این لحاظ که این پول را که یا چک را که شما نشر کردین این مقدار پول را که نشر کردین با چی عنوان نشر کردین ای به چی لحاظ به چی کارتان استفاده میشه شما میتونین که باید به لحاظ از این نشته کردیم به حساب کرای خانه به حساب بل برق و تب بتون سو so, ایران را میتونین نشته کنین که حتما باید نشته کنین و همچنان امضا کنین امضا بسیار مهم است و در پایین که نشان داده چک نمبر است و باید ده هر کی که چک نشته میکنین به هر کی و به هر لحاظ که چک نشته میکنین باید یک عکس می چک بگیرین و می نمبر می چک داشتنش بسیاری وقت ضروری است به خاطر که بعض وقت غلط فهمی به میان می آیه یکی میگه ما چک نگرفتیم یا بانک یک گپ میشه سو شما یک به حساب یک ثبوت امرای خود امیره داشته باشه و همچنین درباره ماشین های ای تی یک کمه براتان معلومات بتیم که ماشین های ای تیم شاید شما در منطقه خود دیده باشین یا شاید در هر جای که رفته باشین در حساب بانک، در حساب فروشگاه در هر جایی که رفتین ماشین های ای تیم ها دیدین ماشین های ای در هر جای قابل دسترس هستن و چگونه از ماشین ای تیم شما مثلا پیسه بگیرین آه شما میتونین که امید دبت کارت تانه که در چکینگ اکاونت تان شما دبت کارت تان استفاده کنین و امیتیم که نزدیک تان از تان می که امو پن نمبر یا امو که امی چار یا پنج یا شش چیزی که به ساب پن ست کردین امیر استفاده کنین و ای پن نمبر تان نباید به هیچ کس بگوین و همچنین توسط ماشین ای تی میتونین که هم پول بکشین و هم پول به امانت بگذارین یا دپازت کنین بسیار طریقه آسانش شده که از او جمله میتونه که بسیاری وقت ماشین های ای تی که وجود داره بسیاری وقت فری می باشه یا مفت می باشه در بانکتان وقتی که ماشین ای تی استفاده میکنین ای فریسته و شما را اصلا چارج نمی پول اما اگر بخواین یک ماشین ای تی ام در خارج از بانکتان که مربوط بانکتان نشه استفاده کنین شاید او یک کم پول شما سرتان وضع کنه یا چارجتان کنه که از اون جمله از دو نیم دلار یا دو دلار تا پنج دلار لمتش هست که شما را شاید ازتان پول بگیره تا بتان اینو ماشین استفاده کنین و همچنین روزانه میتونین یک مقدار پول پول مشخصه میتونین که از بانکتان بکشین یا یک مقدار مشخص میتونین از بانکتان بکشین و از اون لمت خود بالا رفتن نمیتونین من براتون یک مثال میدم که میتونین مثلا شاید یک مثال است ایگه به حقیقی نیست میتونین مثلا یک نفر 500 یا یک هزار روزانه بکشه از یک هزار به بالاتر نمیتونه که پول بکشه روزانه تو از او خاطر امی گپای کوچک را مده نظر بگیره و همچنین در مورد که چیگونه بانک اکاونت را شما باید انتخاب کنین یا چیگونه بعض گزینه هایی که بعض اکاونت های بانکی داره که چی خوبی های خود داره و چی خرابی های خود داره این چیزها رو باید همیشه من نظر بگیره و همچنین اولین گزینه که دوباره صحبت میکنیم یا اولین ماده که سر صحبت میکنیم در صاحب اکانت های بانکی وی هست است که یک مقدار پول ماهانه را بعض بانک ها وضع میکنه سر کستومر خود یا کلاینت خود که پول ماهانه میتونه با چه رقم برطرف شوه یا پول ماهانه را شما نتین ای که شما دایرکت دپازت اکثر صحبت کردیم مستقیما صاحب کارتان در اکاونتتان پول بده و یا یک مقدار پول را داشته باشین نظر به که بانک چی میگه که چقدر مقدار پول داشته باشین تا شما را ماهانه بانکتان از تان پیسه نگیره یک مقدار پول یا ای که ماهانه پول کارتان در اکاونتتان بیاید و همچنین میتونین که چی هست. اینجا اینجا به انگلیسی گفته که منمم دپازت یایی که پول را که کمترین مقدار پول را به امانت در یک بانک میگذارین که از جمله وقت شما میرین در یک بانک میخواین که یک اکانت بانکی باز کنین طبعا بانکدار بانک دار ازتان یک مقدار پول میخواه که تا در بانکتان پرده و به نامتان یک اکانت باز کنه و همچنین سیوم بخش سیوم مربوط از این که ما در امریکا میگیم که اووردرافت یا پول اووردرافت یا یک مقدار پول که از اووردرافت میگیرن اووردرافت چی است وقتی شما در بانک اکانتتان پول ندارین و مصرف میکنین از او کارت مثلا در اکانتتان زیرو یا صفر سفر است اکانتتان صفر است و اما شما کارتتان استفاده میکنین اما پول از زور بانک میده شما پول ندارین پول از زور بانک میده اووردرافت هم میگه و طبعا بسیاری بانک ها هر وقت پول وقتی که شما پول نداشته باشین و مصرف کنین بعض بانک ها از شما تقریبا 35 دلار چارج از ایره میگیره یا 35 دلار شما را چارج میکنه که وقت کسایی که پول ندارن و استفاده میکنن و بعض بانک ها خوبیشی است که اصلا بر شما اجازه نمیته که وقتی که در اکاونت, بانک، اکاونت بانکی سفر بود اجازه نمیده که استفاده کنند. و قسم که ما شنیدیم در بسیاری بانک ها البته در بسیاری بانک ها می اووردرافت که ما برای شما گفتم پول می اووردرافت که بانک ها از مشتری های خود میگیره کم کم داره از بین میره و همچنان درباره ماشین های ای تی ام ها صحبت کردیم در سلاید قبلی که چقدر شما را ماشین های ای تی اگر از خود بانک نباشد چقدر از شما پول میگیره هر وقت که پول بکشین دیگه بعض خوبیت های دیگه که اکاونت های بانکی داره که از او جمله میتونین آنلاین بلای خود پرداخت کنین و همچنین از طریق موبایل چکای تانه در بانک یا پول تانه بانک پرداخت کنین یا به امانت بگذارین و همچنان بانکداری آنلاین است. و همچنین بانکداری آنلاین یا بانکداری که از طریق تلفونتان یا طبعا که انترنت داره تلفونتان انجام میتین شما را به ای اجازه میده که بعض بعض خرید و فروش یا بعض کارهای مالیتان از طریق بانکداری آنلاین انجام بدین که از او جمله میشه از طریق تلفونتان بعض, بعض کارهایی که باید انجام بدین انجام بدین دیگه اما اگر مطمئن طبعا نباشین یا نیایی که طریقش نفهمین طبعا باید این مورد اول بفهمین باز بانکینگ یا بانکداری آنلاینه شما چی کنین انتخاب کنین و انجام بده و همچنین دوباره انواع اکاونت های بانکی خو قسمه که در های قبلی ذکر کردیم براتان گفتیم و معلومات دادیم اما بازم شما وقتی که یک بانک میخواین بانک باز کنین یا اگر اکاونت بانکی باز کنین چی چیزا را باید مد نظر بگیرین بعض مزیت ها یا خوبیت هایی هست که بسیاری بانک داره و بعض تا نداره شما به خاطر از اینکه معلومات خود بتونین که مکمل پوره کنین میتونین در یک بانک که در نزدیک منطقه تان نزد است برین و از او بعض معلومات بخواین که چی چیزای خوب داره چی خوبیتای داره وقتی شما اکاونت داشته باشین در دا این بانک و همچنان باید مد نظر بگیرین هر بانک را که باز میخواین کنین اون بانک حداقل نزدیک خانه تان باشه زیاد دور نباشه مسافتش از شما و این امی چیزا باید همیشه مد نظر داشته باشین و همچنین درباره هر چی صحبت کردیم که چی رقم میتونیم که بانک اکاونت باز کنین چقدر چند نوع از بانک اکاونت وجود داره اکاونت های بانکی وجود داره حالا درباره از این صحبت میکنیم که چی رقم یا چگونه شما اکاونت بانکی خود باز کنین چی چی کارا را باید مد نظر بگیریم که از جمله اولش قسم که شما می بینیم گزینه اول است که باید یک بانک انتخاب کنیم بسیاری بانک ها هست مثل چیس بانک هست بانک تی دی بانک هست یا بسیار بانک های مختلف هستن دیگه که از او باید یکیش انتخاب کنین انتخاب که به فایده و مفاد شما باشه و همچنان بعض یونین های کردت ها یا که از او هم میتونین چیزای کوچک اقتصادی و مالی است که میتونین استفاده کنین و در یک اگر داشته باشین دیگر آپشن های زیاد دارین یا گزینه های زیاد دارین و همچنین قسم که گفتیم وقتی که شما تصمیم گرفتین که چگونه بانک دوست دارین که دو اکانت داشته باشین یا بانک کوچک باشه یا بزرگ تصمیم از که گرفتین که اکاونت باز کنین شما با عنوان اولین قدم میتونین یا دومین قدم میتونین که یک اپوینتمنت بگیرین یا اپوینتمنت تان میتونین آنلاین بگیرین یا اپوینتمنت تان میتونین که برین در خود بانک اپوینتمنت بگیرین و همچنان باید به با ایام سوال کنین همیشه که اگر لسان مشکل لسانی شما دارین برشان بگوین که آیا ترجمان دارین ترجمه میشه چون من لسان بلد نیستم یا راحت نیستم صحبت کنم پس ترجمان دارین همیشه باید ازشان پرسان کنین با وقتی که شما اپوینمنتتان گرفتین و اپوینمنت برای شما داده شد به عنوان قدم بدی میتونین که اما پول را که میخواین در اکاونت بانکی تان جمع کنین یا به امانت بسپارین شما میتونین امرای خود در بانک گرفته برین و همچنین وقتی که در یک بانک میرین شما باید مد نظر بگیرین که تمام امی اسناد خود که خود ببرین تمام اسناد به این عنوان نیست که چیزی که اسناد که در خانه تان است ببرین اما اسناد به این لحاظ که شما باید یک آیدی داشته باشین که در او باشه از طرف استیت تان امی آیدی برتان داده شده امی یا امی آیدی که فعلا شما دارین میتونین کت خود ببرین به خاطر بانک میخواد بفهمه که شما کی هستین و همچنان سوشال کارت کاردتان بانک میخواد سوشال سیکیوریتی کاردتان هم باشه بعض بانک ها ازتان میخواد که در جایی که زندگی میکنین شما پروف از بیارین برای یعنی آدرس مشخص بگویین که آدرس مشخص میتونه که امو بلایی که شما پرداخت میکنین ماهانه و یا یعنی لیس خانه تان که شما قرارداد که بسته کدین و همچنان بعض میلایی که میگیرین شما میتونین به عنوان ثبوت به با بانک ببرین تا قبول کنه اما کل بانک هایی رزتان نمیخواه و بعض کردیت یونیان که شاید شاید اصلا به سوشال سیکیریتی نیاز نداشته باشه بازم از یک کوچ مالیتان شما میتونین این سواله کنین تا برتان معلومات کافی بده و همچنین قسم که ما برتان گفتم حالا دوباره تکرار میکنم بعض کردیت یونین ها هسته که اصلا به سوشال سیکیریتی کارد شما نیاز نداره شما مثلا و طور مثال سوشال شما ندارن اصلا نیاز ندارن میگه خیر است که ندارین و همچنین چیس بانک قسمه که یک مثال دیگه داد موریا بر شما چیس بانک آل با کسایی که سوشال سیکیوریتی کارت ندارن یک پروگرام مده نظر گرفته که با او اکاونت بانکی بده یا اکاونت بانکی برشان جور کنه بازم در صورت از که شما سوال دارین یا هر معلومات دیگه که کار دارین و های مالی IRC یا مربی مالی IRC صحبت کنین و تماس شنین و اونا بسیار خوش هستن که شما را کمک کنن و همچنان امروز به حد کافی در بسیار موارد صحبت کردیم و معلومات کافی دادیم که چرنگی میتونین که شما یک بودیجه به خود درست کنین و چطور مصارف خدا و درآمد خدا شما در او بودیجه ثبت کنین یا نشته کنین و یا چگونه شما میتونین یک بانک اکاونت باز کنین بانک اکاونت چی از چند چند نوع از بانک اکاونت وجود داره و همچنین درباره ماشین ای تی و بعض موضوعات دیگه صحبت کردیم که وقتی که شما بعد از ورکشاپ امروزی شما وقت خانه میرین میتونین این معلومات را که امروز ما به شما دادیم میتونین که امرای دوستایتان و فامیل شریک کنین اشتراک بگذارین تا وام بتانن از این معلومات مستفید شون و به خاطر که هر سوال که اگر داشته باشین بعد از ورکشاپ امروز مثلا سوال در مورد بودیجه سوال در مورد اکاونت های بانکی در هر موردی که سوال داشته باشین البته هر مورد منظورم از مورد مورد مالی است سوال داشته باشین میتونین که با یکی از کوچ های مالی ما صحبت کنین که موریا سپروائزر هم یکی از او مرم مثال داد گفت میتونین مثلا با ما و همکارای ما به تماس شوین و همچنین در ویب ما برین بسیار معلومات خوب است در اونجا و همچنین از طریق ایمیل از طریق واتساب میتونین با ما به تماس شوین سوال های خود مطرح کنین دیگه اینم